الدعوة لها شروط. دعوت شروطی داره. خمسة. شروط دعوت پنج تاست. الأول الإخلاص. مورد اول اخلاص هست. ادعو الى الله، تدعو حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، لا تريد بالدعوة لا رياء ولا سمعة ولا مدح. به سوی الله دعوت میدم تا الله از من راضی بشه و با دعوت دادن قصد خودنمایی و قصد سرهم کردن نامونانی برای خودم ندارم که آوازی من بپیشه. الثاني لابد ان تكون الدعوة على علم لا على جهل. شرط دوم اینه که دعوت بر اساس علم و دانش و آگاهی باشه و نه بر پایه جهل و ناآگاهی. ولا بد من الحكمه. و همچنین دعوت باید مبتنی بر حکمت باشه. الحكمه هي السنه ان نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم. حکمت همون سنت هست که به روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب بزرگوارش دعوت بدیم. الرابع معرفة حال المدعو، إلى من أذهب؟ هل هؤلاء يهود، نصارى، مجوس، روافض، أيهم؟ مورد چهارم از شروط دعوت اینه که کسی رو که میخوایم دعوت بدیم حال و روز و وضعیت او رو بدونیم و بشناسیم که آیا او یهودی است، نصرانی است، مجوسی و زرتشتی است یا رافضی و چه حال و وضعیتی داره. الخامس الصبر. و پنجمین مورد از شروط دعوت صبر و شکیبایی است. نعم، فاذا توفرت هذه الشروط ينطلق الانسان في الدعوه الى الله. کسی که دارای این پنج شرط باشه و این پنج شرط رو داشته باشه دعوت به سوی الله رو آغاز میکنه. الذي لا تشك فيه طرفه عين تدعو اليه. کسی که طرفت عینی یک چشم هم زدنی هم به شک نداری به سوی او دعوت میدی. لا نشك في وجود الله. به وجود الله متعال شک نمی کنیم. لا نشك في التوحيد. در توحید شک نمی دونیم. لا نشك في وجوب الصلوات المفروضه الخمس. در وجوب نمازهای پنجگانه شک نداریم. اذا لا بد ندعو للتوحيد. لذا باید به سوی توحید دعوت بدیم. لكن لا نفتي، لا نتعرض ابدا للفتوى، الفتوى لها كبار العلماء. اما موضوع فتوا دادن از جمله وظایف بزرگان علماست و ما در مسیر دعوت به فتوا دادن روی نمیاریم. نعم، تنبیه لطیف. یک یادآوری بسیار مهم و نکته ظریف. کیف ندعو المخالف؟ چطور مخالفمون رو دعوت بدیم؟ هل ابین ما لديهم من اخطاء؟ آیا به بیان خطاهایی که دارن میپردازیم؟ النبی صلی الله علیه و سلم عندما بعث معاذ رضی الله عنه الى اليمن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که معاذ رضی الله عنه رو به یمن فرستادند، قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب، یعنی یهود و نصارا. فرمودند که ای معاذ، تو به سوی قومی میروی که اونها اهل کتاب یعنی یهودی یا نصرانی هستند. لم يقل له ناظرهم بين ما لديهم من اخطاء. و نفرمود که با اونها مناظره بکن و خطاها و اشتباهاتی رو که دارند یکایک برشمار. قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. بلکه فرمودند نخستین چیزی که اونها رو بهش دعوت میدی گواهی به این باشه که هیچ معبود بر حقی جز الله وجود نداره. نعم، اذا اول ما نبدا به هو التوحيد. لذا نخستین موردی که دعوت به سوی اون را آغاز میکنیم توحید هست. نعم، و سنرى باذن الله النتیجه افضل من المناظره والمناقشه والله اعلم. و با این روی کرد نتیجه مثبت رو خواهیم دید بدون اینکه وارد مناظره و جر و بحث و سخنان بیهوده بشیم.